باشید یعنی بعد از ظهر خوبی داشته باشید. تیرمن 125 تربیه به تهران استار زدیم برای جمع کردنش. پس گیربکسش خدا شکر موردی توش من ندیدم. تو پیدان چرخشی هم هست. بریم واسه ادامه کار. بچا این گیربکسا بچهای موتورساز میدونن من چی میگم. هر کسی نمیتونه این گیربکس رو قشنگ اسمبل کنه. چون یه لمی داره بچا. اگه اون لمش دستتون نباشه هر چقدرم اینو باز کنید ببندید اون موتوری که باهاش شاید در نمیاد. تو سیکل سازان شاید هزار اینا تا حالا جمع شده باشه ولی کلا اینو دارم میگم که بدونید معلا خصوصی ماک دنده ها گیربکس های که اینجوری ماک چرخشی دارن که ماک خود تو پیدنده بازی میکنه عرضم حضور شما که یه مقداری یه لمایی داره که اگه شما لم هم علا خصوصی ستاره دنده شاید اگه لمشو بلد نباشین چندین بار هم اینو بازه بسته کنه اون گیربکس اورجینال فابریکی که میخواین در نمیاد. بریم واسه ادامه کار. هیرمن سایسمن تهران تربیه بم است. تو شاسیش هم چند تا کار داشته که انجام دادیم. بریم واسه انجینش که انجینش هم تکمیل کنه. بچه هیرمن 125 جمعی که انجینش باز شده رفته موسه موتورشوی و ترشکاری قطعات جک وسطش یادتونه چه جوری بود؟ اصلا جک وسط کلان شکسته بود که ایناش یکی دارید میرید جک وسط نوش اومده بچه ها با امید خود زرگیرش بچه ها بندازن بریم جک وسط جا بزنیم موتور شق و رق بایسته چون قطعاتش هم ترشکاری داره میاد یواش یواش بچه ها جک وسط تعویض شد نره جک تعویض شد فنر جک وسط داره خوش ببینید چرخ عقب چقدر اومد بالا این صاحبش میدونه من چیه موقعی که میزنه جک وسط اصلا وای نمیسته بچه فلان از این ور اونور میخواست بیفته جک تعویض مرتب رفت سر جاش زرگیرش هم انجام شد فنر نرش هم اوکی شد بریم واسه کارهای انجینش. نظر خوبی داشته باشی تربیه هیرمن سایسمن تهرانه. بچه گیبوش رفت سر جای خودش میلنگ هم رفت سر جای خودش. تو قسمت کارتر فقط شاتون تعویض شده تا اینجا کار فقط شاتون تعویض شده. بریم واسه ادامه کار رو تکمیل کردن باقی موتور. خب بچه شب خوبی داشته باشید. هیرمن 125 تهرانه تربیه به کارتر جوف شد تمیز منظم موتور شسته شده میزونه میزون. بریم واسه تست گیربکس. گیربکس تستی بگیریم بچه. اینه گیربکس هاشون یه مقداری راست واقعیت اگر که گفتم بهتون دنده یک یه مقداری بچه اون چیزی که باید باشه در نگاه دنده دو دنده هاتون اصلا دیگه دنده نمیشه دنده سه. بریم واسه دنده 4. بعد اینا یه مکانیزمی داره به اینا میگن گیربکس چرخشی. بچه‌ها اگه تو دوره پایین باشه موتور یعنی مثلا تو 20 تا 30 تا سرعت باشه چون یه دونه تو دنده 4 بزنی موتور خلاص میشه. نگاه کنیم موتور خلاص شد. اگه تو دوره بالا باشه نه اصلا جا نمیره. بریم واسه ادامه کار. هیرمن 125 تهران تعمیرات اساسی داشته. شاتون تعویض شده گیربکس کلا مال خودشه فقط ما یه اسمبلش کردیم. بریم واسه ادامه کارش. خب بچه هیرمن 125 تهران مورینگ کف کارتر اینه بچه که اورینگ میخوره که حتما باید این موارد ریز توش رعایت بشه که سواری تربیه به بی سر صدا و ساکت بهتون بده رعایت نشه بچه موتور نمیشه. بریم واسه ادامه کار. بچه شب خوبی داشته باشید. 29 جا رفت واشه‌بندی اوکی. بریم واسه ادامه کار. هیرمن 125 تربیه به تهران. من سایسمن تهران تربه برام دارم به بچه ها میگم بچه ها ببینید کار چقدر منظم و ترتمیز. این سرسیلن نشه واشر سرسیلن بوش ها همه سر جای خودش بوش لاستیک خورش همه سر جای خودش. نگاه کنید یه کار استاندارد و منظم. یاد خاطره بچه ها رو انداختم. بچه ها چندین ساله پیش بی بسته با ما مراجعه کرد. چند سالی که بهش بهتون میگم شاید حدود 10 سال پیش بود یه بی اصلی به ما مراجعه کرد. بی 125 اصلی ما مراجعه کرد بچه ها این موتور راه نمیرفت. بعدم واسه ما تعریف کرد که موتور شاتون زده برده یه تعمیر کرده بعد اینکه شاتون رو تعویض کرده دیگه موتور راه نمیرفته. من اونجا بهش گفتم که شاتون اصلی موتور رو ننداخته. گفت چرا اصلی ننداخته؟ گفتم اصلا این چیزی نمیشه اون اگه شاتون اصلی باشه بعد راه موتور میزون باشه. بچه ها وا کردیم ببینید یعنی سرسیلن پیستون مماس سیلنده ببینید مماس سرسیلن بذار من واشر رو در بیارم بچه نگاه کنید ببینید پیستون مماس سیلنده و این اگر بچه یه میل نیم میل پایین تر باشه شما جای احتراقتون بزرگتر میشه و موتور اون راهی که سابق میرفته دیگه و اگه شاتون کوتاه‌تر باشه نیم میل بچه این پایین تر وای بسه دهنه احتراق شما بزرگتر میشه و زمانی که دهنه احتراقتون بزرگتر بشه دورتون بگردم دیگه موتور اون شتاب اولیه رو نره. ویوه همین خاطره بود که الان برای بچه ها تعریف کردم همین مشکل داشت
که اینکه شاتون خود وی بود ننداخته بود بچه، این مماس سرسلن پیستون وای نمیستاد، یه مقدار پایین تر وای میستاد، احتراق جای احتراق موتور بزرگتر شده بود، دیگه موتور حال راه رفتن نداشت، تو دور راه میرفت ولی شتاب اولیه نداشت، که این ایراد ما اون سال با تعویض شاتون اصلی خودش گرفتیم. الان موتور ایمن سر ایستانج بچه ها تمیز مرتب جمع شده، 60-70% کارتر جمع شده، لذتش رو میبری نگاه میکنی از موتور چون همه چی استاندارد و مرتب هستش. بریم واسه ادامه کار. ایمن سر ایستانج زنجیر تایم نو، زنجیر تایم نوش ایمن سر ایستانج تهران، قرقره توی سیلندر بچه ها سالم، اینا مکانیزمش این مدلیه، کمونیکتر نداره، با چند تا قرقره زنجیر استاندارد میشه اندازش. بریم واسه ادامه کار.